سلام خدا با سلام عرض کردم. بچه این جلسه میخوایم بریم و بپرسیم به موضوع جریان برش و تنش برشی که خیلی موضوع ساده ایه. الان میخوایم بیایم تو این شکل که یا علمه چیزهای مختلف و نمودارهای مختلف کشیده شده در موردش صحبت کنیم و دونه دونش رو توضیح بدیم. آقا اصلا بیم اول کن. جریان برشی میگم آقا من اومدم یه برشی انداختن تو این شکل یه دونه نیروی پی گذاشتم این پایین دارم میبرم جسممو خب بردن اینجوری دیگه میبرم حالا جریان برش من چطوری میشه میگم خیلی ساده شما فرض کن فرض کن دو تا شیلنگ آب وز کردی به این بالاها میاد 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 از پایین خارج میشه خیلی راحت فرض کن جریان آبه حالا این جریان های آبا ها کجاها وارد میشن لبه های آزاد کجا ها خارج میشن لبه های آزاد لبه آزاد چی میگم آقا اینجایی که وله اینجایی که وله اینجایی که وله اینجایی که وله بین خودمون دیگه خب پس سخت نیست راحت آسوده برای هر کدوم از اینا دیدی لبه های آزادشو پیدا کن جریان گروشش رو رسم کن خب این از این متوجه شدی حالا بیایم در مورد چی صحبت کنیم در مورد تنش بورشی نیا کن آقا اصلا ما تنش بورشی رو چی میگفتیم احسایی تو همین الان داشتیم می نوشتیم خودت نویس دار بذار من سبز رو بیارم سبز رنگ خوشگلیه سبز, سبز رو سبز بنویسیم یه موقع تنش بورشی چی میشه؟ میشه V -Q -I -T. خب اینا یعنی چی به ترتیب؟ V چیه؟ V با هم برش هست که میدازی اون نیروه بورشیه که میدازی 5 تا 10 تا 20 تا 8 تا Q چیه؟ بیا اینجا Q میشه A زب در وای بار A چیه وای بار چیه؟ میگم اقا مثلا هم میخوام تنش بورشی این قسمت بالا رو به دست بیار چیکار کار باید بکنم برای کیوش؟ میگم آقا آ میشه مساحت این قسمت بالا حله خوب دیگه چی وایبار چی میشه؟ میگم آقا وایبار میشه فاصله این مرکز این بالاییه تا مرکز جرم کلی جسم خلاصه مرد این فاصله این برای من میشه وایباره کیو رو هم متوجه شدیم آقا آی چیه؟ ما جسممونه جسم تی چیه؟ زخامت اون بخش مونه الان زخامت بالای ما چیه؟ مثلا یه تی پنج شیش هر چنده. یه چیزی رو من اضافه کنم نیا کنید بچه ها ما به بال میگیم فلنج یه اف اندیس میذاریم پایین همه اینا مربوط به باله و به جان که این بخشه میگیم وب و یه اندیس دبلیو پایین همشون میذاریم حل تا اینجا پس الان ابعاد رو فهمیدیم وقتی میگه تی اف میدونیم چیه وقتی میگه تی دبلیو میدونیم چیه منظورش سخامت جانه وقتی میگه بی اف میدونیم چیه وقتی میگه اچ میدونیم چیه اچ ارتفاع دیگه و هیچ چیز جای دیگه بریم در مورد بال به تنهایی صحبت کنیم نیا کنید بچه ها این فرمول تنش رو ما اگه بخوایم بنویسیم چه چیزایی اصلا توش ثابته؟ برشمون که ثابت ها برش پی داریم مثلا ثابته یک برش پی گذاشتیم فرزن اینجا داره جسممون رو میبره این ثابته عوض نمیشه همینه مومون نرسی آقا ما هندسه شکلمون که عوض نمیشه مومون نرسی به هندسه شکل ربط داشت آقا این هندسه 20 سال دیگه هم همینه خب پس مومون نرسی هم ثابت زخامت چی که میگه زخامت بال تو دوباره همون 20 سال بعدم هم همون زخامت پس زخامت هم ثابت فقط تنها چیزی که ما الان یه ذره باید باش کلنجار بریم کیو کیو رو چیکار کنیم میگم خب Q ما یه ذره متغیره دیگه بسته به این که آقا ما کجا رو داریم حساب میکنیم میخوایم این تیکر حساب کنیم این تیکر حساب کنیم این تیکر حساب کنیم این تیکر حساب, حساب کنیم کجا رو میخوایم حساب کنیم برای این ما میایم یه چیزی به اسم S اس تعریف میکنیم میگه آقا است یه متغیره میتونه این قباشه این قباشه این باشه هر چند تا دوست داشته باشه البته خب از بی دوم نمیتونه بیشتر باشه الان ما میخوایم Q حساب کنیم آقا کیو چی بود کیو میگفتیم مساحت ضبط در وایبار دیگه الان مساحت این قسمت بالا که طولش اسه چی میشه میشه آقا S زبدر در زخامت فلنج دیگه درسته یعنی الان شد مساحت ما وایبار ما چیه این اینجا نوشتیم دیگه H دوم از این بالا تا اینجا میشه H دوم چون کلش H -ه. نصفش میشه H دوم دیگه خب به همین راحتی ما اومدیم و چی حساب کردیم کیو رو حالا یکی الان دستش بره بالا میگه آقا آقا من با ماکسیمم کیو رو به دست میارم کار نداره به جای این اس بذار بی دوم بنویس BF دوم کار داره آقا هیچ کاری نداره ما آمدیم پس کیو رو حساب کردیم گذاشتیم تو این فرموله رسیدیم به این این چی داره به ما میگه میگم بیا اینجا الان کل اینا کل اینا یه عدد ثابت نیستن میگی بله کل اینا عادت سوال مثلا آقا اصلا پنجه مثلا داریم میگیم دیگه زب در اس آقا این چیه این داره یه چیز خطی رو به ما نشون میده میگه آقا ما دبستان بودیم راهنمایی بودیم گفتیم ایگرگ مساوی آ ایکس میگفتی بله میگم خب اینم هم همونه دیگه الان آ شما شده 5 اس شما شده x کتاب ای خطی داری که آقا هر چی از لبه شروع میکنی میری میری بالا تنش برشید بیشتر میشه فقط اینجا به جای اینکه ایگرگ باشه اینجا شده چی اینجا شده تنش برشی دیگه کلاسات رفته بالا اومد دانشجو دیگه یه مقدار از ایگرگ و ایکس خارج شیم وارد تنش برشی و اس بشیم خب آقا خیلی واضحه که اینجا تنش برشی ما صفره چرا چون اس ما صفره ما بالو کلا بسیم گذاشتیمش کنار نمرش هم گرفتیم و همین بریم وارد جانشی آقا کیو ما داخل جان چطوریه سوال خوبیه میگم بذار من اینجا رو پاک کنم در مورد این سوال صحبت میکنیم وقت زیاد است و ما هستیم حالا اینجا حالا سرون مسئله داشت نمیخواستم بگم اه... نیا بچه ها کیو ما اگر بخوایم در مورد جان صحبت کنیم میگم ما الان قضیه رو داریم از این مرکز جم محور گذرنده از مکز به بالا میبینیم خب کیو ما شامل چه بخشی میشه شامل این بخش و این بخش چون که کیو تجمعی دیگه از اینجا شروع شده شروع شده اومده رسیده به اینجا رسیده به اینجا همچنان ادامه داره دیگه این بخش کوچولو هم ما میخوایم به کیو حس... اضافه کنیم خب اضافه کن میگم پس کیو کل ما میشه چی میشه کیو فلنج که همین بالا است به علاوه حالا چه چیزی میخوام در مورد اون حالا چه چیزی صحبت کنیم یه خب قبلا چیکار میکردیم میگفتیم که خب آقا این طولش میتونه این باشه میتونه این باشه میتونه این باشه ما کیو رو میخوایم تو هر چه دلمون خواست حساب کنیم میگم آقا اشکال نداره در موردش صحبت میکنیم میایم چیکار میکنیم میایم میگیم آقا ما میایم از این محور مبنا یا حالا بگیم نیوترال اکسس یا محور خونسا هر چی شما دوست داری بگی خلاصه این همینه خب از این به بالا یه المان نمیشه گفت المان یه طولی به اسم آر تعریف میکنه شما دوست داشتی بگو اچ شما دوست داشتی بگو اف ما میگیم بهش آر بعد آقا کل این ارتفاع چقدره اچ دوم میگی بله میگم ما کجا رو میخوایم ما میخوایم از این بالا به ترتیب یه کوچولو کوچولو اضافه کنیم بیایم پایین کوچولو 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 بیایم پایین ببین آقا این کیو معادلش چطور میشه میگم کاری نداره ما چی میگفتیم میگفتیم آقا آ وای بار همینو بیا بر حسب آر بنویس خب الان مساحت این کوچولو چی میشه میگی که آقا اول بیا در مورد طول صحبت کنیم طولش چی میشه میشه h دوم منهای آر بذار من ماجیک قرمز بیارم الان کلش اچ دومه این بخش هم آره یعنی این چی میشه میشه طولش پس میگیم آقا طول ما شد اچ دوم منهای آر زب داره چی برای مساحت زب در زخامت آقا یه زخامتی داره دیگه تی وبی داره دیگه تی به این شد مساحت حالا بیا در مورد وای بار صحبت کنیم میگم وای بار چی میگه؟ وای بار هم خیلی آسونه ما برای اینکه وای بار رو به دست بیاریم زب چی میکنیم چقدر این دوغه لپ لپتاپ بوده موجی که داغ شده میشه چی؟ میشه آقا شما بیا اچ دو و با به آر کن و تقسیم بر دو کن که آقا مرکزش به دست بیار مرکز اون علمان کوچیکی که گرفتی و میخوای کیو رو به دست بیاری خب آقا به راحتی هر چه تمام تر ما الان کیو رو به دست آوردیم حالا حالا آقا آقا کیو چقدر چقدر میشه میگم کیو مکسیموم زمانی اتفاق میفته که شما اینقدر بیای بیا بیا بی بیای ببین تا اینجا تا اینجا برسی این کیو ماکسیموم بده خب بیا همینا صحبت کنم من همینا رو نوشتم فقط دوست داشتم خودم اینا رو بنویسم که دروش توضیح بدم نه اینکه بگیم خب این اینجوری میشود اون اونجوری نه من توضیح میدم خب پس آقا روند به دست آوردن کیو رو بر حسب آر متوجه شدیم و کیو ماکسیموم چطوریه کیو ماکسیموم همون حالتیه که دیگه ما با کل این طول در ارتباط باشیم پس میام آقا تراش برشی در حالت عادی و بر حسب آر اینجوری تعریف میکنیم کیو آر داریم کیو آر رو اینجا تعریف کنیم یه چیزی یه خطیه تنش برشی مکسیموم چیه میگم آقا کاری نداره شما همون سه قبل داری فقط با کیو ماکس باید کار داشته باشی کیو ماکس هم اینجا خلاصه مطلب و لپ مطلب شما من مواد نوشتم مثلا گل مطلبم بگم خوبه آره گل مطلبش اینجا نوشتم خوب خیلی راحت تونستیم اینا رو به دست بیاریم حالا بیام یه چیزی اضافه کنیم بچه ها زمانی که شما از این اتصال میخوای شروع کنی و ادامه بدی تنش برشی اینجا چیه؟ نگاه اصطلاح هم به این اتصال ها میگن جانکشن جانکشن حالا شما فارسی رو بگیم میگه یه اتصال اونا که با کلاسن میگن جانکشن خب تنش برشی اینجا چقدره؟ میگم تنش برشی اینجا با تنش برشی اینجا برابره یعنی هر چقدر قطعا چه داشتی همون انتقال بدی آقا اینطوری بوده اینطوری میشه نگاه اینطوری بوده اینطوری میشه همینو ادامه میده تا به ماکسیموم برسه به صورت منحنی این یه چیزی رو بگم حالا زیادم مطمئن نیستم تا شاید بعدا اصلاحش میکنم اینا در گوشی میگم به اونایی که تا اینجا ویدیو اومدن آقا شما عمومه عمومه حالت های بورشی که میکشید نمیگم 100 درصد اونایی که بیشتر شما باش در ارتباطید حالت افوقی به صورت خطی میشه یا صفر میشه یا خطی یا صفر میشه ممکنه اون هنی هم بشه اما تا اونجایی که من چهار پنج شیش تا سال دیدم هر کدومشون که افوقی بودن خطی شدن درسته؟ چون علمان گرفتنمون اینطوریه علمان گرفتنمون طوری میشه که خطی میشه ولی خب اون یکی یه ای حالت دیگه داره دیگه. شاید دیگه گفتم همین امیدوارم استفاده کرده باشید برید به سلامت براتون آرزو موفقیت میکنم